تحلیف رئیس جمهور جدید ارتجاء در مجلس آخوندی، نمایش بحران‌های درونی و بیرونی رژیم. مراسم تحلیف آخوند حسن روحانی رئیس جمهور جدید ارتجاء در مجلس رژیم به نمایش بحران‌های بیرونی و درونی رژیم تبدیل شد. در حالی که محمود احمدی نژاد و آخوند محمد خاتمی، دو رئیس جمهور قبلی ارتجاء و همچنین ده‌ها تن از نمایندگان مجلس رژیم در این نمایش حضور نداشتند، آخوند روحانی نسبت به تحمیلات باند خامنه‌ای برای تراشیدن کابینه و برنامه وی واکنش نشان داد و بار دیگر بر بحران‌ها و انزوای جهانی رژیم و به ویژه بر خرابی اوضاع اقتصادی و فقر عمومی انگشت گذاشت. وی سیاست‌های خامنه‌ای را افراط و تفریط و مایه دغدغه مردم و باعث انزوای رژیم توصیف کرد و مدعی شد که در نمایش انتخاباتی گفتمان اعتدال برنده شده است. در این انتخابات مردم با لبخند به زندگی و مشارکت مؤثر و کم نظیر خواسته‌های خود را از طریق صندوق رأی به کرسی نشاندند. در هفته‌های گذشته درباره پیام صندوق‌های رأی بسیار تأمل کردم. مردم شریف ایران به اعتدال گرایی و دوری از افراط و تفریط رأی مثبت دادند. مردم تغییر، تحول و تعالی را می‌خواهند. مردم می‌خواهند از فقر و تبعیض به دور باشند. مردم می‌خواهند حرمت و کرامت داشته باشند. مردم می‌خواهند در فضایی آزاد، معنوی و عقلانی زندگی کنند. امروز مردم ایران نسبت به مشکلات و نارسایی‌های موجود کشور هم آگاهی و هم دغدغه دارند. آخوند روحانی در روز تحلیف خود ضمن سوز و گداز از انزوای جهانی رژیم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی با نمایندگان حکومت‌های همدست رژیم مانند رژیم سوریه و حکومت کره شمالی به گفتگو و تبادل پیام پرداخت. وی در دیدار با نخست وزیر بشار اسد که برای مراسم تحلیف روحانی به تهران آمده بود، بر لزوم تقویت روابط استراتژیک و حمایت ثابت و خدشه‌ناپذیر رژیم از دیکتاتور خون‌آشام سوریه تأکید کرد. آخوند روحانی در دیدار با نماینده حکومت کره شمالی نیز بر همپیمانی با این رژیم تأکید کرد و مدعی شد آمریکا و غرب به دنبال بهانه‌ای هستند تا با حکومت‌هایی که دوست نمی‌شمارند برخورد کنند. در همین حال خبرگزاری فرانسه از عدم حضور عمر البشیر رئیس جمهور سودان همپیمان دیگر رژیم خبر داد و نوشت عربستان سعودی مانع ورود هواپیمای حامل عمر البشیر که عازم تهران بود به حریم هوایی این کشور شد و رئیس جمهور سودان مجبور شد به خارتوم برگردد و نتوانست در مراسم روحانی شرکت کند. عمر البشیر به خاطر سرکوب و قتل عام در دارفور تحت پیگرد دادگاه بین المللی لاهه است.